مسپوکن تیوتوریل در راکت انیمیشن با استفاده از سینفیک خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد می‌گیریم. اثر آتش، اثر کاتاوت. پارامترهای شیپ و آفست را تغییر دهید و اثر پد. ما همچنین یاد می‌گیریم با استفاده از موارد فوق یک راکت انیمیشن انجام دهیم. برای ضبط این برنامه من از اوبونتو لینکس 14.04 OS سینفیک نسخه 1.0.2 استفاده می کنم. سینفیک را باز می کنیم. من یک تصویر موشک در گوشه داکیومنتس دارم. من این تصویر را در اینکسکیپ ایجاد کردم. تصویر را وارد می کنیم. به فایل بروید. روی ایمپورت کلیک کنید. تصویر راکت را انتخاب کنید. روی ایمپورت کلیک کنید. تصویر راکت را گروه بندی کنید. گروپ لیر را راکت بنامید. با استفاده از نقطه نارنجی در دسته اندازه تصویر را همانطور که نشان داده شده کاهش دهید. کلیدهای کنترل و اس را فشار دهید تا فایل ذخیره شود. من فایل را در دسکتاپ ذخیره می کنم. نام پرونده را به rocket-animation تغییر دهید. روی سیف کلیک کنید، حالا آتش را ایجاد می کنید. فیل کالر را به سیاه و آوتلاین کالر را به رنگ سفید تغییر دهید. به لیرز پنل بروید، روی لایه راکت گروپ کلیک راست کنید. نیو لیر را انتخاب کنید، بر روی گریدینت و سپس بر روی نویز گریدینت کلیک کنید. یک نویز گریدینت سیاه و سفید روی کنواس ایجاد می شود. به تول باکس بروید روی Gradient Tool کلیک کنید. در Tool Options Create a Linear Gradient را کلیک کنید. حالا بر روی کنواس از بالا به پایین کلیک کرده و بکشید. مشاهده کنید یک Linear Gradient سیاه و سفید روی کنواس ایجاد می شود. Transform Tool را انتخاب کنید. نام لایه را به BW-Gradient تغییر دهید. در Parameters Panel Blend Method را به Subtract تغییر دهید. Rectangle Tool را انتخاب کنید. یک مستطیل را بکشید که کل کنواس را بپوشاند. روی Transform Tool کلیک کنید و نام لیر را به Orange تغییر دهید. حالا رنگ مستطیل را به رنگ نارنجی گرم تغییر می دهیم. در Parameters Panel روی Color Parameter کلیک کنید. مقادیر RGB را به ترتیب به 155 و 10 تغییر دهید. کادر محاوره‌ای را ببندید. دوباره در Parameters Panel Blend Method را به Color تغییر دهید. لایه Noise Gradient را گروه بندی کنید. نام را به Moving Base تغییر دهید. در Parameters Panel روی Origin کلیک راست کنید. بر روی کانورت و سپس لینیر را کلیک کنید. روی لیست کشویی اوریجن کلیک کنید. مقادیر سلوپ را به 0 و منفی 100 و مقادیر آفست را به 0 و 100 تغییر دهید. اکنون اثر آتش ایجاد شده است. برای بررسی اثر روی دکمه پلی کلیک کنید. در مرحله بعد اثر را با توجه به اندازه موشک برش می دهیم. همه لایه ها را به جز لایه راکت گروه بندی کنید. نام را به فایر تغییر دهید. کلیدهای کنترل و اس را فشار دهید تا فایل ذخیره شود. به تول باکس بروید. کات اوت تول را انتخاب کنید. اثر آتش را همانطور که نشان داده شده برش دهید. مشاهده کنید که نام گروه لایه به فایر کات تغییر یافته است. Transform Tool را انتخاب کنید. با استفاده از نقطه نارنجی هندل اندازه آتش را کم کنید. این لایه را به زیر لایه راکت حرکت دهید. روی لیست کشویی کلیک کنید. Mask Layer را انتخاب کنید. اکنون می توان نوتس را تنظیم کرد. در Parameters Panel شما Feather Parameter را به 25 تغییر دهید. مشاهده کنید که اثر پر بر روی آتش اعمال شده است. اکنون آتش را انیمیت خواهیم کرد. آیکون Turn on Animate Editing Mode را کلیک کنید. به Third Frame بروید. Key Frame را به Key Frames Panel اضافه کنید. نوت‌های آتش را مطابق شکل تنظیم کنید. حالا به قاب 6 بروید. در Key Frames Panel
زیروت فریم را کپی کنید. سپس ما این انیمیشن آتش را حلقه خواهیم کرد. پس فایر کات گروپ لیر را کلیک راست کنید. بر روی نیو لیر سپس آدر و تایم لوپ کلیک کنید. در تایم لوپ دیوریشن پارامیتر را به 12 تغییر دهید. روی کادر تاییده Only for positive duration کلیک کنید. برای بررسی انیمیشن بر روی دکمه پلی کلیک کنید. سپس موشک را انیمیت می کنید. بنابراین تمام لیرز را گروه بندی کنید. نام گروپ لیر را به راکت تغییر دهید. به زیروت فریم بروید، همانطور که نشان داده شده موشک را به پایین کنواس منتقل کنید. به قاب صد بروید، موشک را به بالای کنواس ببرید. حالا راکت انیمیشن انجام شده است. اکنون یک تصویر زمینه که من در اینکسکیپ ایجاد کردم را اضافه می کنید. من این تصویر را در پوشه داکیومنتس ذخیره کردم. به فایل بروید، ایمپورت را کلیک کنید. لایه زیر راکت گروپ لیر را حرکت دهید. کلیدهای کنترل و اس را برای ذخیره فایل فشار دهید. در آخر انیمیشن را ارائه می دهیم. به فایل بروید، رندر را کلیک کنید. من خروجی را در دسکتاپ ذخیره می کنم. اکستنشن را به AVI، تارگت را به FFmpeg تغییر دهید. رندر را کلیک کنید. اکنون انیمیشن خود را بررسی خواهیم کرد. به دسکتاپ بروید، بر روی آوتپوت فایل کلیک راست کرده و انیمیشن را پلی کنید. انیمیشن موشکی ما این گونه به نظر می رسد. به پایان این آموزش رسیده ایم، خلاصه می کنیم. در این آموزش یاد گرفتیم که فایر ایفکت را ایجاد کنیم. کات آوت ایفکت، تغییر پارامترهای سلوپ و آفست، فیدر ایفکت و انیمیشن موشک را انجام دهیم. ارائه یک انیمیشن آتش گرفتن چوب را ایجاد کنید. تصویر چوب در لینک کد فایلز موجود می باشد. ارائه کامل شده شما باید به این صورت باشد. این ویدیو خلاصه پروژه سپوکن تیوتوریل است. لطفاً دانلود و مشاهده کنید. این سپوکن تیوتوریل پروژکت کارگاه آموزشی ارائه می دهد و در صورت قبول شدن آزمون آنلاین گواهی نامه می دهد. برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. لطفاً سوالات خود را به این انجمن پست کنید. بودجه پروژه سپوکن تیوتوریل توسط NMEICT-MHRD دولت هند تامین می شود. اطلاعات بیشتر در این لینک موجود می باشد. شبنم اقبال به همراه تیم انیمیشن سپوکن تیوتوریل از IIT بامبی با تشکر از شما.